حدود 11 میلیون نفر. این شماره کارگران مشمول قانون کار در ایران است. روزهای آخر اسفند برای این گروه یعنی انتظار برای یک عدد میزان افزایش حقوق در سال آینده. رقمی که نتیجهش در یک چانه‌زنی طولانی مشخص شد. جلسه وزیر کار با نمایندگان کارفرمایان و کارگران این بار تا بعد از نیمه شب طول کشید. 609 هزار تومان سال 93 رو به حدود 712 هزار تومان، بیش از 712 هزار تومان افزایش بدیم. این 17% در حقیقت افزایش مزد رو ما تصویب کردیم. با افزایش حقوق و مزایا دستمزد یک کارگر مجرد از فروردین امسال حدود 890 هزار تومان خواهد بود. با یک فرزند این حقوق به 960 هزار تومان میرسد و با دو فرزند به کمی بیش از 1 میلیون تومان در ماه. نون و امسال 35% گرون کردن، اما دستمزد کارگر را 17% افزایش دادن. بنابراین اینا خیال میکنم طبقه کارگر آهنالات یا زیورالات میخوره، طبقه کارگر نون میخوره، برنج مصرف میکنه، ماهی مصرف میکنه، مرغ مصرف میکنه، کرای خونه باید بده. کرای خونه چی؟ از 400 تومان در شهر کوچی که ما که 150 هزار نفر جمعیت داره به 600 هزار تومان افزایش دادن. حجب دستانی چه برای کارگران تعیین کردن؟ هیچ وقت جاگوی نیاز طبقه کارگر نیست. خواسته اولیه فعالان کارگری افزایش 25% دستمزد بود و بعد به 20% هم راضی شدند. اما آیا با وضعیت اقتصاد ایران و وضعیت صنایع و کارفرمایان امکان افزایش بیشتر حقوق وجود داشت؟ این امکان افزایش نبود، چون اگر این افزایش بیشتری حاصل میشد با توجه به نرخ بهره‌وری در ایران و وضعیت بسیار سختی که صنایع ایران با اون روبرو هستند، مسلماً این باعث افزایش تورم میشد. ما میدونیم که برای اینکه افزایش دستمزد به شکل واقعی به نفع کارگران تمام بشه و حقوق اونها رو تامین بکنه، تنها راه ممکن این است که اقتصاد ایران صاحب رشد بشه، سرمایه گذاری انجام بگیره و بهره‌وری کار افزایش پیدا بکنه. انقلاب ایران در آغاز وعده روزهای بهتری را به کارگران میداد. اما آغاز جنگ با ریاضت اقتصادی همراه بود. پس از آن هم بازسازی و صرفه‌جویی افزایش حقوق کارگران را به دورانی دیگر موکول کرد. سال به سال هزینه ها از افزایش حقوق فاصله گرفت و جبران آن سخت‌تر شد. حالا به گفته کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران، 70% کارگران زیر خط فقرند. آیدین صالحی، بی بی سی.